سروران گرامی، با تشکر از همه شما بستگان و دوستداران مرحوم مهندس جهانگیر بنایان که به اینجا تشریف آوردید، لحظاتی جمع خواهیم بود تا گوشه هایی از زندگی درخشان این چهره ثابت و متشخص زندگی هممون رو در اینجا یادآوری بکنیم. خواهش بکنم از جناب راب داوید شوفت سرور عزیزمون تشریف بیارن. عرض شنام و روشخاد اشتاف خدمت همه سرورانم. امروز میدونید روز اول ماه تبت و روز هفتمین روز روشن کردن شمع‌های خنوکا است. این در حقیقت تقارن این روز، این روز شادی، شادمانی، یاد بود، ما اجازه نمیده که سوگواری بکنیم. ولی جمع شدن ما در اینجا این پیام رو به ما میدهد که زندگی این بزرگمرد مهندس جهانگیر بنایان یک زندگی پربار، این زندگی است که نیومدیم اینجا و همراه دوستان و یاران مخصوصا فامیلش در سوگش بنشینیم، بلکه در بزرگداشتش. و من مطمئن هستم یارانش، اونایی که بهتر از من نزدیک بود و میشرفتن، حدود برجسته زندگیش رو برای همه بازگو خواهند کرد. آنچه گفتنی بود در روز خاکسپاری گفتم، ولی نکته ای که بایستی اینجا تذکر بدم این است که هر یک از ما توی زندگی یک رسالتی داریم و خوشا به حال کسی که این رسالت رو درک بکنه، احساسش بکنه. یکی از علمای و در حقیقت عرفای شرق اروپایی به نام زوشا معروفه، میگوید وقتی که از دار دنیا من رفتم به عالم بالا صعود کردم، طبق باورها سوالاتی از آدم میشه. اون میگوید اگر به من بگوید چرا مثل حضرت موشه نبودی، جواب خواهم داد من اون قدرت و جسارت او رو نداشتم. اگر چرا مثل حضرت ابراهام نبودی، من جواب دارم. ولی اگر به من بگوین زوشا چرا تو زوشا نبودی، اون کسی که بایستی باشی نبودی، چه جوابی بدهم؟ در حقیقت در قالب این سخنان کوتاه زوشا یک چیز به ما میگوید: همه با یک رسالتی در زندگی داریم. حضرت موشه برای اولین بار وقتی که خداوند او متجلی میشه و میگوید میان که من کیستم، یک نفر دیگه این رسالت رو میده، باور نمیده. با اینکه اول وقتی که او رو صدا میکنه، ندا به گوش میده، میگه اینه، میگه اینه، لبیک، حاضرم. ولی وقتی به او میگوید برو به فرعون بگو ملت من رو آزاد بکنن، شونه خالی میکنه. و جالب اینجاست یک نکته ای از رسالت رو ما اینجا ببینیم که خیلی از رسولان ما خلاف میل خود، خلاف میل خود رسالت رو میپذیرند. موشه میپذیره و تنها اون نیست، حضرت یشعیا وقتی که مبعوث میشه
او هم میگوید اشتبه صفتی من روخی، این لبان ناپاک من چگونه قادر سخنان تو را، ندای الهی را بازگو بکنه. و حضرت ارمیا میگوید من جوانم، نه را روخی، من یک نوجوانی بیشتر نیستم، چطور منو میخوای برای یک رسالتی به یک ملتی که اینقدر سرسخت گردن کشه بفرستی؟ و ما یونا را میشناسیم، داستان زندگیش رو هر سال حداقل یک بار در روز هفتارای کیپور ما اینو مرور میکنیم، وقتی که رسالت میابد که به نینوه برود و به مردم ندا بدهد، به جایی که به نینوه برود سوار کشتی میشه و برعکس هدف مقصد حرکت میکنه. چرا که این انسانها در ابتدای کار خود، این انسانهای بزرگ، احساس نمی کردن که رسالت اونها سرنوشت سازه و آینده یک ملت و آینده جهان بشری بستگی به رسالت اونها داره. نسبت به توانایی های خود بسیار شک داشتن و بعد از پذیرش رسالت لحظاتی دو زندگی هر یکی به وجود میاد که میخوان همه چیز را رها بکنن. مثل همه ما دو زندگی اتفاق افتاده برام، وسط راه از کار از بار میمونیم، میخواییم شانه خالی بکنیم، میخواییم به اول خط برگردیم، ولی میبینیم اونها برخلاف خواست خود قهرمانان اخلاق و قهرمانان ایمان میشوند. چرا؟ خاطر همان احساس کوچکی و تواضعی که در وجودشان هست و همان احساس تواضع و کوچکی خود نشانه عظمت حرکت.